به نام خداوند جان بخیرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر همگی، من سروش سیدالزاده هستم از شاگردهای استاد مادیار قویده. اکنون میخواهم از کتاب پایه دو استاد مادیار قویده بخش دو داستان کیومرشا را برای شما بخوانم. داستان کیومرشا بخش دو. کیومرشا هنگامی که از غار بیرون آمد با خودش می اندیشید که چه خوب خواهد شد اگر انسان ها هم بتوانند در غارها زندگی کنند. او با دوستانش گفتگو کرد و با آنها گفت اگر ما در غارها زندگی کنیم، برف، باران و باد و طوفان ما را آزار نمی دهند. دوستان کیومرث آن را پسندیدند و به او آفرین گفتند. کیومرشا هنگامی که دید دوستانش هم زندگی کردن در غار را دوست دارند، با آنها گفت بیایید به سوی غارها برویم و در آنجا زندگی کنیم. مردم با شنیدن سخنان کیومرشا شاد شدند و همه با هم به غارهایی که در نزدیکیشان بود رفتند. چند روز از رفتن آنها به غار نگذشته بود که باران تندی بارید و باد تندی هم وزید و چند درخت را شکست. کیومرث و دوستانش در کنار غار به باد و باران نگاه کردند و از این که در زیر باران نبودند و تر نمی شدند شادی کردند و آواز خواندند. دخترها و پسرها در غار با همدیگر بازی می کردند و با سنگ و گل بر روی دیوارهای غار نقاشی می کشیدند. آنها شبها در غارها می خوابیدند و روزها برای پیدا کردن خوراکی از غار بیرون می رفتند. پدرها، مادرها و بچه های بزرگتر میوه می چیدند و کوچکترها که نمی توانستند میوه بچینند میوه می دادند. بزرگترها میوه هایی را که چیده بودند به غارها می بردند و در آنجا نگهداری می کردند. کیومرشا از اینکه توانسته بود به مردم یاری برساند بسیار شاد بود. آن شاه مهربان همه جانوران و گیاهان را هم مانند دوستان و بچه‌های خودش دوست داشت. او با مردم گفتگو می کرد و به آنها می گفت ما و گیاهان و جانوران دیگر با هم دیگر دوست و همسایه هستیم. ما باید همه را دوست داشته باشیم، انسانها را دوست داشته باشیم، سگها را دوست داشته باشیم، گاوها و اسبها و خرها را دوست داشته باشیم، پرندگان را دوست داشته باشیم و به آنها نگاه کنیم و از شنیدن آواز خوش آنها شاد شویم. مردم به سخنان کیومرشا گوش می دادند و با همه جانوران و درختان و گیاهان مهربان بودند. جانوران هم آنها را دوست داشتند، با آنها بازی می کردند و یا در کنار آنها می نشستند و می خوابیدند و برای آنها آواز می خواندند.